بعد از حدود 25 ماه خانم ناظمی، البته بالاخره مدارس ایران بازگشایی شد. چقدر این بازگشایی به باور شما اجتناب ناپذیر بود؟ بله، من هم سلام میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. ببینید، باز شدن مدارس که به نظر من خیلی زودتر از اینها باید صورت میگرفت. در بسیاری از کشورهای دنیا مدارس باز شدن. الان مشکل ما بر سر باز شدن مدارس نیست، بلکه بر سر زمان اشتباه و نبودن امکاناتی هست که اینها به هر حال در تصمیم گیریاشون اینقدر غیر کارشناسی بهش نگاه کردن، بدون اینکه تمهیدات لازم رو به کار ببرن، اومدن دانش آموزان رو در عرض 7 روز خواستن که اینها به مدرسه برن. بعد از تعطیلات نوروزی فکر کنید چقدر میتونه فاجعه بار باشه این مسائل. اما دانش آموزان در طول این 2.5 سال بارها بهشون گفتن باید برین، یعنی اینها با روح و روان خانواده ها و دانش آموزان در طول این 2.5 سال بارها بازی کردن، تصمیمات غیر کارشناسی مثل همه جای دیگه گرفتن. اما امیدواریم که این تصمیم آخر نابخردانه اینها باعث یک سونامی وحشتناک در بین دانش آموزان نشه انشالله. خانم پورناظمی، با توجه به مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری که در ایران وجود داشت، بسیاری از دانش آموزان قدرت این رو نداشتن که بخوان در واقع با توجه به آموزش‌های آنلاین در این کلاس‌ها شرکت بکنن. چقدر فکر می‌کنین در 2 سال گذشته کیفیت آموزش دانش آموزان بهش لطمه وارد شده و چقدر آموزش و پرورش در حال حاضر قدرت جبران این لطمات رو داره؟ ببینید، در بحث آموزش و پرورش که ما اصلا مناطقی رو داریم که واقعا بحث آموزش در اونا اسفناکه. ما هنوز تو ایران مناطق محروم داریم، بچه‌هایی رو داریم که تو کلاس‌های سنگینی زندگی می‌کنن، درس می‌خونن، در شرایط باز دارن درس می‌خونن. همون زمانی هم که کرونا نبود بی‌عدالتی آموزشی زیاد بود. بعد از اومدن کرونا ما 3 میلیون دانش آموز داشتیم که اینا مجبور شدن تحصیل رو کنار بذارن. با وجود اینکه آموزش و پرورش بسیاری از هزینه هاش کم شده بود، اما حتی قدرت و همت این رو نداشت که بتونه این بچه ها رو یه جایی به هر حال ساماندهی بکنه، بتونه این از این فضای مجازی استفاده بکنن. الان هم با توجه به این مشکلاتی که بوده، خب خیلی هایی که امکانات مالی داشتن برای بچه هاشون کلاس های خصوصی گذاشتن، معلم گرفتن، از این سیستم شاد استفاده کردن. الان یکی از مشکلات همین هست، بچه های مناطق محروم یا خیلی بچه هایی که امکانات نداشتن اصلا نمیتونن با بچه هایی که تو این کلاس ها شرکت کنن رقابت بکنن و برداشتن خب این بیعدالتی و کم کردن این فاصله خیلی سخت هست. خانم پورناظمی، اگر بخوایم یک مقایسه بکنیم با کشورهای اروپایی، حالا تجربه شخصی من، خود من این هستش که مدارس در اروپا کمتر از شاید 4-5 ماه بسته بودن و به دلایل اجتماعی مختلف دولت‌ها تصمیم گرفتن که مدارس حتما به صورت حضوری باز بشه. چرا در ایران این اتفاق نیفتاد و 25 ماه دانش آموزان از چنین فضایی محروم بودن؟ فقط در زمان این فقط مخصوص آموزش و پرورش نبود، اصلا کشور ما، دولت هایی که بر سر کار اومدن همیشه تصمیمات غیر کارشناسی میگیرن، بیشتر تصمیماشون سیاسیه. شما فکر کنید همین الان وزیر آموزش و پرورش امروز از عدالت میگه در آموزش و پرورش، در صورتی که اوج بی‌عدالتی رو ما داریم در آموزش و پرورش میبینیم. همون مسئله واکسینه کردن مردم رو شما بیاد بیارید، چقدر مشکل به وجود اومد، چقدر از هموطنان ما قربانی شد تا اینها به این نتیجه رسیدن که باید واکسیناسیون انجام بگیره. در بین دانش آموزان هم الان بسیاری از این دانش آموزان هنوز واکسینه نشدن، مخصوصا در مناطقی، در استانهای دیگه. اینی که اینها حالا این تصمیمات رو میگیرن و هیچ وقت مطابق با معیارهای استاندارد دنیا پیش نمیرن، خب یک موزلی هست که در همه ارکان جمهوری اسلامی وجود داره. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما.